Bismillahirrahmanirrahim. Başkan Zahir, namazımızı adım kabul başarı muhacelesi güzeşte zavriye muhakkü merkezi ve kadr istiyordu. Fakat kardan kelas otan neşeli ki gen taksim daire ve çarkam. Hala اینجا من دو تا کمان کشیدم، دو تا دایره زدم، یکی به خب به شش کمان، یکی به سه کمان. دایره این به شاه آب دل خواهد زد اینجا. حالا چون جا دو سر این تختم صافه، لرزش داره که خط. حالا روش کتونه با پرگار امتحان کنیم. دهانه پرگار دل خواهد کنیم. شاه آب دو، شاه آب سه، شاه آب چهار، شاه آب پنج خواست. بعد از اینکه دایره را زدید، دیگه کار به پیچ پرگار نداشت که دانه را کم یا زیاد نقطه دلخواه رو محیط دایره بگید اینجا اینجا دلخواه بعد دهانه پرگار که ببینید منزه همون شعاب هاست که میزه رو نقطه آب قوس میزنه ببینید قوس میزنه بدین ترتیب شش تا کمان مساوی درست میشه ببینید حالا اگر یه ذره کم و زیاد میشه چون تخته ما کامیه میزه یک دو سه چهار این هم چیشه ها شش تا بیانه الان اگر از گذاری کنم ببینید آ ب س د اینجا ای اف الان بگم اندازه هر کمان چند درجه محیط دایره 360 تقسیم بر 6 میشه 60 درجه هر کمان چند درجه ها 60 درجه الان به 6 کمان مساوی تقسیم شد به شش کمان مساوی تقسیم شد حالا بگم من وصلش کنیم ببینیم چند زلی شد یک دو سه چهار پنج شش آیا این شش زلی منتظم هست یا نیست باید ثابت کنیم که زلها برابر زاویه ها برابر خب قبلا داشتیم که حالا امکان داره در دایره کمانها که با هم برابر باشن و درهای مثل کمانها با هم برابرن پس این زلها با هم برابره قبلا داشتیم دو دست کمانها که با هم برابر باشن و درها برابرن و درها که برابر باشن کمانها برابرن بعد حالا زاویه زاویه را قبلا خوندید یه زاویه داخلی که بواسطه حساب کنیم اینه این مینهای دو ضرب در 38 تا تقسیم بر این بود شش زلیه به جای این بگم شش بینید شش مینهای دو ضرب در 38 تا تقسیم بر شش یک این سی این چهار چهار تا سی تا 120 درجه هر زاویه 120 درجه الان شش تا زاویه برابره شش تا زل با هم برابره این میشه چیچه آقا شش زلیه منتظر پس شش کمان که میخوان دایره دلخواه که زدی به هر شاهی نقطه دلخواه روش بگیرید هر جای دل بخواد از اون نقطه متوالیت به اندازه همون شاها که باز که رو قوس بزنید نقطه که بزنید میگن آقا برای تقسیم دایره به شش کمان مساوی دهانه پرگار جا خالی باز میکنید بعضی ها مثلا شستر دینه میگی به اندازه شاها بعضی چی؟ شاها این شد شش کمان میخواد آقا سه کمان تبدیل کنید آسان‌ترین را اول شش کمان را بزنیم بعد یادر اون کمان را پاک کنیم اول شش کمان تقسیم کنیم مثلا کار نقطه اینجا میگیریم اول شش کمان تبدیل کنیم آسان‌ترین را بعد یادر اون چگاه کنیم آقا پاکش کنیم ببینید آقا این یکی ببینید یک دو سه چهار پنج شش تا حالا ببینید یادن رو کمان رو با مثلا آ اینجا دی اینجا سی سی را نگه ندارم اینا با ببینید اینجا دی دی را پاک مکنم اینجا ای ببینید حالا ببینید اینا با ببینید دار اینا با الان نیست سه کمان الان پس اول شش کمان زدید بعد یک در رو آ سه ای الان سه کمان شد سه کمان حالا اگر یه ذره بگیم کوچیک‌تر بزرگتره چون تخته ما صافه و پرگار ما دقیق می سر بخوره ولی اگر دو کاغذ و پرگار بردی به احتار کنی دقیق به دست را حالا بس کن ببینید مثلا این یکی این دو تا
این صدا ببینی میشه سزدی منتظر حالا روشش ببینیم که هم کنی کوچکتر بزرگتر ما روش داره ببینیم هر کمان چند درجه ببینی 360 هم سی مرسی میشه 120 درجه 120 120 120 خب بفهمیم آیا سزدی منتظر هر یعنیز به ببینی زاویه ها این که 120 رو به روی مهادی نصف 60 ببینیم رو به رو ببینیم 60 رو به رو بشه زاویه ها برابر چون کمان ها با هم برابرن و تران با هم برابرن اینا میگن سزدی منتظر خب این تبدیل شش زدی و سه زدی حالا پنج زدی میگیم پنج زدی که یاد بگیریم دیگه هشت زدی و نه زدی و ده زدی و اینا فرقی نداره اینا حتما تو خونه انجام بدیم آخرین قسمت بگیم آقا به کمک پرگاه دایره را به پنج کمان مساوی تقسیم کنیم باز ببینید به شاهای دلخواه مثلا این سوزن پرگاه اینجا ببینید به شاهای دلخواه قوس میزن ببینید اینجور تخت است صافه لرزش داره تکون بخونه این که ما روشش داره برای شما میگیم این آقا این به شاهای دلخواه زمین میخوایم چند تا کمان تبدیل کنیم؟ پنج تا کمان تبدیل کنیم پنج تا کمان خب اول میگیم 360 تقسیم بر 5 میشه 72 درجه هر کمان میاد به کمک نقاله یک زاویه مرکزی 72 درجه میسازن زاویه مرکزی چیشی حالا 72 درجه 72 کجا به دست من 360 تقسیم بر آقا میخوایم نوزدی بسازیم 360 تقسیم بر 2 میشه 40 درجه یه زاویه مرکزی 40 درجه میسازیم ببینید مثلا اینجا ببینید این وسط حالا چند درجه و 72 درجه 20 30 40 50 70 ببینید این دو حالا اینا ببینید بس بکنید ببینید آقا حدودش بگه راش یاد بگیرید الان این زاویه 72 درجه خب زاویه مرکزی هم برابر با کمانی رو برش پس این هم چقدر هم 72 درجه حالا پرگاه رو برگه داریم دهانه پرگاه و از این کمان باز میکنیم یا با کم دیگه خیلی حالا سوزن پرگاه یا اینجا یا این هم و شروع میکنیم متوالی هم چیش آقا خوص دادن ببینیم ببینید الان یک دو سه چهار و باید یکی دیگه باید بزنید ببینید یک تک مخاره یه بار دیگه بود الان این را تو خونه حتما به کمک خطکش و پرگاه انجام بدید بین الان الان اونجا ببینید آ B, C, D, چیش آقا ای الان ببینید اگر بست کنم میشه پنیزه ببینید یه ذره کوچیکتر بزرگتره یک دو سه چهار پنج پس اول برای رسم ببینید پنج تا کمان هفت تا کمان سه و شش که مشخص شد غیر از این سه تا هفت تا کمان هشت تا کمان ده تا کمان 360 را مثلا 10 تا بر 10 تقسیم بکنی میشه 36 درجه میای یه زاویه مرکزی 36 درجه آقا 8 زدی 360 تقسیم بر 8 بکنی میشه 45 درجه زاویه مرکزی 45 درجه میسازی مثل اینجا که 72 ساختیم زاویه کمان هم 72 درجه دهانه پرگاه را بند کمان باز میکنیم و متوالی هم شروع کنیم چیش آقا خوب سدن این هم به پنج کمان پنج کمان که یاد گرفتی هفت کمان و هشت کمان و نه کمان و ده کمان مثل اینه پس اینا تو خونه خودتون امکان که باز منتظر هر کمان میشه 72 درجه هر زاویه شد که اون فرمول قبلا داشتیم حساب کنیم 108 درجه اینا پاک کنم 106 آقا 8 درجه خب کمان ها که برابرن بهتر با هم برابرن پس پایز زدی میشه چیش آقا منتظم هم گفتیم
زله ها و زاویه هاشون با هم چشی باشه و برابر باشه. این هم تقسیم چند کمان مختلف را براتون گفتم. حالا برگردیم به درس، چون کتاب درسش را نگفته ولی خمری داشتیم. خب صفحه 142 کتابتون باز کنیم، خوندنیه این قسمت های اول که خوندنیه، خودتون جواب میدید. یا مثلا من اولین قسمتش را میخونم، دو تا ساعت کشیده رو برون چه زمانی را نشان میدن. اگر دقت کنید ده و ده دقیقه. خب میگه 5 دقیقه بعد هر یک از ساعت ها چه زمانی را نشون میده. ده و چشه ها 15 دقیقه، ده و 15 دقیقه، یعنی 5 دقیقه اضافه شد. هر 5 دقیقه معادل 30 درجه است. بعد زیرش دو تا دایره زده، زاویه مرکزی کوچیک و بزرگ که گفتیم اندازه زاویه مرکزی برابر با کمانه رو برون. اگر کمانی 60 درجه زاویه هم 60 درجه، اگر زاویه 40 درجه کمان هم چیچه آقا 40 درجه. خب سوال دویش هم که همون بس کنید تو زاویه مرکزی بسازید، زاویه مرکزی بسازید. بعد تعریف هم کرده. خب حالا گفته چرا در فعالیت 3 اندازه کمان روبرو به مویه در هر یک از دایره های 31 و 32 برابر با 60 درجه؟ چون محیط دایره 360 درجه، 6 قسمت تقسیم شده، 360 تقسیم بر 6 آقا میشه 160. پس میشه چشی آقا؟ این هم جواب این سوال. باز شکل روبرو سوال 5، زاویه 36 درجه، کمان چند درجه؟ کمانم 36 درجه. حالا اگر اندازه کمان بر حسب درجه نخواستیم، طول کمان بگه چه کسی از دایره، خودش فرمولا داده که ببینید الان چون خوندن دیگه اینا رو خوندیم. اندازه کمان، کمان آبی به 360، محیط دایره چند داره جواب 360، طول کمان، طول کمان آبی بخش بر محیط دایره، محیط دایره. خب اندازه کمان داریم، اندازه کمان چند داره جواب 36 داره. ببینید 36 به 360، طول کمان بخیر، طول کمان به محیط دایره. فرمول محیط دایره اینه، خود ضربه در عدد پی، خود 2 برابر شما 2 آر پی. میتونم اینا چکار کنم آقا؟ سادش کنم، سادش کنم. ببین 1.60 میشه 1 چندم آقا؟ چند؟ 36، 36 به 36 1، این به 36 میشه 1، میشه 10، میشه 1/10 طول کمان x به 2 آر پی. خب حالا طرف این وسط ببینید ما ایکس هم بخیر، ایکس مساوی است با ببینید 2 آر پی تقسیم بر چند آقا؟ ده. خب 2 با 10 ساده میکنه میشه 1/5. یعنی اگر شما دایره رو داشتید ضرب در 3 و 4 درصد رو تقسیم بر 5، طول اون کمان که 36 درجه چه چیز آقا به دست بود. صفحه 143 143 کار در کلاس ها را حل کردیم. فعالیت مونده، باز محیط دایره به 8 تا کمان تبدیل شده. باز بکشیم 8 تا کمان را، ببینیم 8 زیر ای. بیا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، ببینیم 1 2 3 4 5 6 7 7 زلی شد، ما 8 زلی بخیر، 8 زلی. اینا باید یکی دیگه پاک کنم. یا اول دایره بزنم مثل کتاب ماجیکا، دایره بزنم، دو قطر عمود بر هم را حذف کرده، این دو قطر عمود بر هم، بعد این مثلا نیست، این برم چشه آقا بیاسود داره
حالا وصلش کنیم. ببین حالا این دقیق نیستن راه حلش داریم بگیم. راه حلش. ببین آقا یعنی از گذاریم کرده A, B, C, D, I, F, G, H. خب از گذاری کرده حالا ببین چی چی از ما خواسته و اینجا مرکز او حالا ببین چون رأسش در مرکز دایره زاویه مرکزی یعنی این زاویه ها با هم چیزی زنم ها برابر هم زاویه بودیم یک دو سه چهار پنج شماره گذاری کنیم یا همه را یک بذاریم زاویه ها با هم برابر هم. چرا چون رأسش تو مرکز اندازه زاویه مرکزی هم برابره با کمانه روبه میشه به هشت تا کمان تقسیم شده میخواییم بدانیم چرا هشت زدیه F گذاشته A, B, C, D, E, F, G, H منتظمه بعد خودش گفته مثلث ها متساوی و ساقینه چرا متساوی و ساقینه؟ این شاها اینم شاها شاها ها با هم برابر داره این شاها اینم شاها اینا شاها دایره هستن در دایره هم شاها ها با هم برابرن دو زل اینم زاویه بینشون پس میگیم آقا مثلث متساوی و ساقینه چون دو تا زل هاش شاها دایره هستن پس این مثلث ها میشه به حالت دو زل و زاویه ب دو زل و چی شه آقا زاویه ب وقتی که دو زل و زاویه ب شدن با هم برابر وقتی عکس ها با هم برابر قبلا هم داشتیم خب زاویه برابر با کمانه خب کمانات که مساوی باشن بهتر هم با هم مساویه پس حالا ببین ضد آ ب میشه چشی مساوی با ب س مساوی با س همجور الی آخر یعنی این زل های سوم هم با هم چی چیزن آقا برابر هم در اصل مثلث ها میشه به حالت سه زل به حالت چی چی آقا سه زل خودش هم گفته او یک و او دو و او سه همه گم چیزن آقا زاویه ها با هم برابر هستن زاویه ها با هم برابر هم. خب در مثلث متساوی ساخته ببینیم الان این دو ساخت با هم برابر هم. این زاویه که داریم پس زاویه های مجاور به قاعده هم با هم برابر هم. مثلا دیگر که 50 درجه 38 تا 50 تاش برداره 130 تقسیم بر دو چه هم 65 پس زاویه های هم این هم میشه چشی هم با هم برابر ببینید زاویه ها برابر زل ها برابر پس یه هشت زلی ما چیز را منتظم پس همه زاویه های هشت زلی با هم برابرن چون الان گفتیم پس این شکل ما میشه چیچی آقا منتظر زله ها و زاویه ها با هم برابر هستن خب میان تمرین دو یا سوال دو که خیلی خیلی مهمه و این نکته ازش نتیجه میگیریم اینا میخوایم ثابت کنیم فعالیت دو یا کار در کلاس دو که خیلی مهمه این دایره دلخا این او آ ب س د آقا کمانهای آ ب و س د با هم برابرن کمانهای آ ب با کمان س د چیشن آقا برابرن میخوایم ثابت کنیم با قرمز بپسیم که ودر آ با هم برابرن آ ب مساوی با سیده این وده را با هم برابر هم میخواییم ثابت کنیم در دایره کمانات برابر باشن و درهای نظیر این کمان ها با هم برابر هم بلا فاصله میگه از رأس های دوتا و درها به مرکز وصل میکنه مثلث ساخته میشه ثابت میکنه این دو مثلث بنا به چه حالتی با هم برابر الان خط قرمزا میشه شعا ببینید بی او مساوی با سی او میشه شعا دوره آ او مساوی با دی او اونم میشه چشی آقا شعا او یک و او دو برابر چرا برابر زاویه مرکزی برابر با کمان خودش هم گفته کمان ها برابر پس او یک
مساویست با اولو میگی زاویه مرکزیه. چرا؟ چون قبلن داشتیم اندازه زاویه مرکزی برادر با کمان روبروش. ببینید خب الان از این دوتا وقتی که این دوتا کمان ها با هم برابرن دوتا زاویه ها با هم چیزن ها برابرن. اویه مساویست با چیشی ها با اولو تموم شد. پس مثلث آ بی او هم نوشته با دی او سی به حالت دو زل او زاویه می. خب وقتی که مثلث با هم هم نوشته شدن دو زلش با هم برابرن و زل به سه و من میشه چیشی ها با برابر. حالا زل به سه و چیشی زل آ بی مساویس با چیشی ها با سیده. اون چیزی که میخواستیم ما ثابت کردیم. پس نتیجه در یک دایره کمانها که برابر باشد و درهای نظیر این کمانها با هم برابرند. کمانها که برابر باشد آقا دنبال تمرین شماره دو را حل کرده شماره سه دقت کنیم. یک دو سه چهار پنج تا دایره کشیده قسمت های مختلف رنگ شده. یکیش ها من توضیح میدم روشش میگم وقتی هش مثل همه اولیش میبینه این شکل اولی این شعا اومده چهار قسمت کرده یک قسمتش رو رنگ کرده. میتونی که اگر کد باشه این چهار قسمت کنیم این قسمتش رو کمان اسم آ کم بی. خب حالا چیشی خواسته؟ گفته کسر تی شده چه کسی از دایره است؟ شعا هم آقا یکه یک سانتی ببینید پس میشه یک چهارو قسمت الف بگم چشی آقا یک چهار. بعدش گفته اندازه کمان اگر چهار قسمت کنید بشه چند درجه آقا 90 درجه چهار تا زاویه مرکزی. پس بی ما میشه چشی آقا 90 درجه. بعد گفته که طول تقریبی کمان تی شده چطوره؟ فرموله اونجا گفتیم اندازه کمان بر حسب درجه تقسیم بر 360 ما طول کمان آ بگیم بر حسب مثلا سانتیمتر تقسیم بر محیط دایره بر محیط دایره. خب ساده میکنم 90 360 رو میشه یک چهارم مساویس با آ بی بر دو آ پی دو آ پی. خب ما آب را میخوایم پس کمان آبی ببینید میشه دو آر پی تقسیم بر چهار طرف این وسط دیگه کنم. حالا دو و چهار ساده میشه آر دوم پی تقسیم بر این ببینید یه اولش به همین ترتیب دومش دوره ببینید دومش ببینید اگر دقت کنید میشه یک سوم شکل دوم. من میخونم دیگه جواباش رو دومی میشه یک سوم. کمان ببینید میشه سه قسمت از دایره 120 درجه 160 آقا 20 درجه. باز اینجا به جای 90 یک 120 360 وقتی ساده کنید طبق این فرمول به جای 90 برای 120 رو طرف این وسط نگاه کنید میشه 2 بی سوم 2 بی چند و سوم. شکل سوم نصف دایره قرمزه پس میشه یک دوم. نصف کمان میشه 180 درجه پس به جای 90 میگه چه شبا 180 ببینید 180 360 مساویس با x بر 2 r b که این میشه یک دوم مساوی x بر 2 r b که ما x را میخواییم ببینید میشه 2 r p تقسیم بر 2 که میشه r p. پس جا خالی آخرم بنویسید چه شبا r پی. خب یا شعاش هم میتونیم نزاره شعاش که یکه شعاش هم چنده یکه به جای آره میتونی یک بذارید چون شعا بوده همه اینا شعا بینه آقا یکه. خب پس به جای آره میتونی یک بذارید. الان اینجا ببینید که ما ساده کردیم شد آر پی دو فوم آر هم یکه میتونی آرش هم برداریم همون پی دو فوم اینجا آرش برداریم همون پیه خالی چون شعا برابر با چنده یکه شعا برابر با یکه. خب یکی مونده به آخر سه قسمت از چهار قسمت میشه سه چهارم یا بعد 270 درجه سه چهارم بعدش میشه چیشه آبا
270 درجه. بعد گفتن طول تقریبی میگه آقا 270 به 360 میشه چیشه آقا x به 2rp که شعا یکه. پس این آرا میتونم بردارم و خود پی بذارم چون دو یکی دو تا و بعد ساده کنیم و بعد چکا کنیم ساده کنیم الان بر 90 ساده کنم بر 93 بر 94 میشه x بر 2pi حالا x آره ببینیم حالا میشه 3 ضرب بر 2pi تقسیم بر 4 ساده کنیم 2 به 2 میشه 3pi دوم 3pi دوم آخریش دایره کامل میشه 4/4 میشه چیشی آقا 4/4 بعدش میشه 360 درجه 4/4 یا 1 بعدش 360 درجه آخریش هم ببینید چون دایره کامل دو تا نصف میشه دو تا چیشی آقا پی طبق فرمولی که جاگذاری کنه میشه دو تا پی اینم از این قسم خب بعدش پس یکیش ما کامل توضیح دادیم بقیهش مثل همون اولی حل میکنم به جای کارم بذارید دایره رسم شده آقا دو قطر عمود برم رسم شده دو قطر عمود پس اینا میشه چشه آقا 90 درجه قطر بعد اینا را به هم وصل کرده اینا بعد اس گذاری هم کرده آ ب س د اینا که 90 درجه کمان هم چیز آقا 90 درجه خب حالا چیشی سوال گفته گفته چرا کمان های آ ب و کمان های آ ب و س ب و د ب و این کمان ها چرا با هم برابر این کمان ها چرا با هم برابر میگم آقا 4 تا زاویه مرکزی درست شده که اندازه زاویه مرکزی هم برابر با کمان روبرو شده پس کمان B مساوی با C ها مساوی با چش آقا AD مساوی با DB میگیم چون 4 زاویه مرکزی مساوی ساخته شده 4 زاویه مرکزی مساوی ساخته شده و جواب آیا وترها با هم برابر هم که وترها میگه بله قبلا ثابت کنیم چون کمانها با هم برابر هم میگیم چون کمانها با هم برابر هم پس وترها چیز را برابر هم حالا میگیم بیس مساوی با بیدی مساوی با دیما مساوی با آسی کمانها که با هم برابر هم وتر ها با هم برابرند آیا زاویه های چهار ضلعی با هم برابرند؟ بله چون ببینید مثلث قائم الزاویه این ضلع با این ضلع برابرند نه پس مثلث متساوی رو ساختیم این میشه 45 اینم 45 ببینید چهار تا مثلث میشن با هم برابر زاویه هاشون هم با هم برابر حالا دو تا 45 درجه میشه چقدر آقا 90 دو تا 45 درجه میشه چیشی؟ 90 پس زاویه ها گفته که آیا زاویه چهار ضلعی با هم برابرن بگیم بله چرا؟ چون چهار ضلعی دو خود برن عمودن خود ها برن عمودن پس زاویه ها با هم برابر است اینم از بده چهار ضلع برابرن دو خود هم برن عمودن که با هم مساویه پس زاویه ها با هم برن آخریش باز دایره زده آخریش این دایره خب باز این مرکز از مرکز عبور نکرده شکلهایی کشیده بریم چی خواسته از ما بعد گفته آ ب س د عمود شده خب گفته در شکل روبرو وترهای آ ب و س د بر هم عمودن یعنی زاویه که تشکیل بده چیز آقا 90 درجه آیا کمانهای آب آیا این کمانها با هم برابرن؟ این خیر ببینید چون از مرکز عبور نگیره قسمت الف گفته آیا کمانها آیا کمانها برابرن؟ میگه چیش آقا
خیر، چون بینه دیگه ما بزرگتره کچکتره. دوتا پدرم از مرکز عبور نکرده. آیا کمانها با هم مساویند؟ میگیم خیر. پاسخ را با تمرین قلب مقایسه کنیم. در قلبی ببینید دوتا خود را رسم کرده بود، دوتا پدرها خود بودن که خود را با هم مساوی بودن، شاه با هم مساوی، کمان را برآورده زاویه مرکزی. اینجا درست دوتا پدر برای هم بودن ولی هم دیگر را قطع کردن ولی مساوی نیست، از مرکز هم عبور نکرده. حالا ببینید این فاصله با این فاصله برابر نیست. پس این هم تفاوتش را گفتیم. خب میم صفحه 146 قسمت دیگه بگیم و دیگه کافیه. زاویه محادی هم گفتیم که اندازه زاویه محادی برابر است با نصف کمانه روبروی آن. حالا چند تا فعالیت داره که میخواهم ثابت کردن که زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروی. خب بعد شکل اول خودش کشیده و شکل کامل کنید. گفته که مانند نمونه رسم شده در شکل از این نمونه هر یک از وضعیت‌های مختلف یک زاویه را رسم کنیم. رأس زاویه خارج دایره باشد. ببینید رأس زاویه خارج دایره، این هم قسمت بی. بعد گفته که جیم رأس زاویه مرکز دایره باشد. این هم ببینید این مرکز دایره، این جیم. بعد گفته که رأس زاویه داخل دایره در نقطه غیر از مرکز، یعنی از مرکز عبور نکرده باشه. دارش ببینید این مرکز او، این هم ببینید این هم قسمت داخل. حالا در کدام وضعیت زاویه مرکز را نشون میده؟ وضعیت چشی آقا جیم به زاویه که در شکل علف بیم زاویه ما گفته میشن رس این زاویه روی دایره به گذر بشن دایره قد کنه که تعریف کردیم. حالا سوال دو و سه و چارش هم ثابت کردنه که اندازه زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروی آن. شکل اول را بکشید ببینید او آ سه دی بخیر ثابت کنیم که با زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروی. حالا خودش گفته دیگه که روش بخونیم اندازه زاویه مرکزی بی و سه این میشه کمان و زاویه بی و سه برابر با چیشی آقا کمان روبروش زاویه چیشی سه مرکزیه. خب بی و سه برابر باست چرا زاویه های آ و سه در مثلث آ و سه با هم برابر؟ چرا؟ بگیم آقا این دوتا شعاع دایره مثلث میشه متساوی و ساقی، مثلث متساوی و چشاقا ساقی، این دو تا شعاع هستن. وقتی که این دو ساق برابر باشن این دو زاویه هم با هم برابر. پس میگی مثلث متساوی و ساقی وقتی که دو ساق با هم برابر باشن دو تا زاویهشون هم با هم برابر. خب چه ارتباطی میان زاویه بی و سه و این دو زاویه دارن؟ که ببینید این زاویه او که مرکزیه برابر با کمانه، این زاویه خارجیه، زاویه خارجی برابر با دو تا داخلی غیر مجاور. اگر بگم اینجا ببینید زاویه او یک میشه زاویه خارجی، اندازه زاویه خارجی برابر است با اندازه دو زاویه داخلی غیر مجاور. زاویه خارجی برابر است با اندازه دو زاویه داخلی غیر مجاور. پس اندازه زاویه محادی بیاسه بنویسی. پس بیاسه ببینید بیاسه زاویه محادی بیاسه 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 برابر است با نصف کمان روبروش. که این قسمت ثابت کنید که زاویه محادی برابر با نصف کمان روبروش. خب یه نمونه ثابت کردن. ثابت کردن دومش اومده یه زاویه محادی کشیده دو قسم کرده. میتونیم این دو قسمت ها با هم جمع کنیم. یعنی شکل دوم باز یکی
یزد هر کس عبور کرده. این هم اینجا ببینید ب آ س ای با توجه به فعالیت قبل با پر کردن جاهای خالی انداز اضافی مواد ایجاد میشه. خب میام این طرف ببینیم چی شی گفته آقا. زاویه مهادی د آ س شکل اینجا دی اول اینجا د اینجا ب د د س زاویه مهادی د آ س این زاویه مهادی د آ س مساوی است با زاویه د آ ب زاویه کوچک علامت زاویه رو بذارم قشنگ به علامه کوچیک اون بر ب آ س این زاویه. خب این دو تا زاویه رو نوشتیم. خب حالا اندازه دو زاویه حالا جاگذاری میکنیم. خب این ببینید زاویه مهادی اندازه زاویه مهادی برابر با کمال رو بهش ببینید. خب مساوی زاویه د آ ب مهادی ببینید میشه د ب تقسیم بر دو بر ب آ س مهادی میشه ب س تقسیم بر دو. حالا این دو تا رو جمع کنم ببینید دی سه دوم خودش این دو تا رو جمع کنم ببینید دی بی به علاوه بی سه اینا کمانه. خب حالا بیام میشه دی بی به علاوه بی سه این دو تا نسبه را که با هم جمع کنم برابر میشه چیشی آقا دی سه پس مساویست با دی سه دوم. اینم اندازه اضافی مهادی برابر با نصف کمان روبرش. آخرش به جایی که جمع کنیم اصلا کم کردیم باز همیشه حروفاش رو عوض میکنیم آو بمو ایو سیگنم کن باز فرمول داره گفته زاویه ای آسی ای آسی یعنی این زاویه ای آسی زاویه مادی برابر با نصف کمان میشه یعنی کمان نصف ای دوم. این هم خیلی ثابت کنیم. حالا کم زاویه بزرگی رو برداریم زاویه ب آ س منهای زاویه ب آ ای منهای زاویه ب آ ای. خب حالا جا گذار ای آ س زاویه کمان ببینید میشه ای سی دوم مساوی ب آ س ب آ س بزرگیه میشه چشی آقا کمان ب س منا تقسیم بر دو ب آ س من های این دو ب آ س ب آ س ب آ س بزرگی اینجا ب آ د ب آ ب آ د میشه کمان ب ای کمان ب ای. خب بعد این دو تا مخرجات مساوی است بیارمش این کتر ببینید دو ب س من های ب ای کمان ها بیام میشه ب س این بزرگی این بزرگیه بی ای را بردارم این تکه را بردارم وقتی که این تکه بردارم میشه چشی آقا ای سی پس میشه چشی آقا ای سی پس مساویست با ای سی دوم. این هم طریق سه طریق ثابت کردن که زاویه مهادی برابر با نصف کمان روبروش. آخری قسمت پاسخ فعالیت دو سه و چار با هم مقایسه کنید. در این سه فعالیت همه حالتهای مهادی را بررسی شده کامل کنیم که اندازه زاویه مهادی برابر با نصف کمان روبرو برابر با نصف کمان چشی آقا روبرو برابر با نصف کمان روبرو. بسیار خوب یکی دیگه کار در کلاس هم حل کنیم و تا وسط صفحه 147 آخرین قسمت باز شکل کشیده آ ای این سی داره این چشم را دی. خب بعد یکم اینجا رأس شده
zamiyeyi bir ile benziyor. Hop. Sual kirde cevap bidi. Gufte ki در شکل روبرو الف زاویه زوایای محاطی مقابل به کمان عادی این کمان عادی زاویه های این الف زاویه های محاطی مقابل به کمان زاویه B زاویه C زاویه D B وقتی بس رو این کمان میشه پس جواب الف زاویه B زاویه C و زاویه چی هم باید دی که مساوی هم که قبل رو گفتی زوایای محاطی مقابل به کمان با هم مساویه دو زاویه محاطی دیگر رس کنید که آدی کمان مشترکشون باشه باز یه نقطه قرمز مثلا اینجا میگیریم این ببینید به دو سر آ و این چکار بکنه بحث بکنه آقا یکی دیگه با آدی مثلا اینجا میگیریم این به دو سر بحث بکنه ببینید این هم میشه دو تا دیگه زاویه چیشی آقا محاطی دو تا دیگه زاویه چیشی محاطی سوال دویش هم که هم اندازه زاویه محاطی برابر با نصف کمان به دو روش حل کرده که راهاش هم میتونیم از زاویه خارجی استفاده کنیم یا زاویه داخلی آخرین مثال و دیگه امروز کافیه دایره زده بعد یا از مرکز این چیشی سوال کرده گفته که زاویه سی اسمش آ اینجا ب سی چیشی آقا دی خب و طرحهای نظری کمان با هم برابر این یکی ثابت کردن ثابت کردن دوم عکسش که اینا به صورت جا خالی میاد ببینید باز دایره داریم این مرکز دو تا وتر آ ب س این دو تا وتر مساوی هستند برعکس قبلی برعکس قبلی وتر آ ب مساوی است با وتر س میخوایم ثابت کنیم که کمان آ ب مساوی است با کمان سیدی یعنی با قرمز میخوایم ثابت کنیم که این دو تا کمان ها با هم چیزه را با برابر هم این رو ثابت کنیم عکسش خب باز ببینیم از وتر به مرکز ببینیم بحث میکنیم مسلس ها درست میشه میگه به جاره باز قرمز ها میشه شاه بی او سی او چیشی ها شاه داره آ او دی او میشه چیشی ها شاه خودش هم رو گفته آبی هم مساوی با چیشی آقا سیده پس این دو مسلس مسلس آ بی او هم نشته با سیده او برنامه چه حالتی؟ به حالت چیشی سزه به حالت سزه خب وقتی که زیرهاش برابر شدن زاویه ها برابرن زاویه ها چیشی در نما برابرن حالا اینجا یک دو یکی جا میگیم زاویه او یک مساوی با زاویه چیشی آقا او دو الان زاویه او یک را نگاه کنید مرکزیه زاویه مرکزی زاویه مرکزی ببینید برابر با کمان روبروش برابر با کمان روبروش سیدی او دو هم چیشی مرکزیه زاویه مرکزی برابر با کمان روبروش حالا از این دوتا نمیشه میگیم این طرف که با هم مساوی هست پس این طرف هم با هم مساوی هست پس او یک و او دو که مساوی بودن پس کمان هاشون هم با هم مساوی هستن پس ببینید و درها که مساوی باشن کمان هم با هم مساوی هستن این هم از این قسمت که سوال کرده بود و بعد جا خالی داره خب بعد گفته نتیجه اگر در یک دایره از دو کمان برابر باشن میگیم و درهای نظیر این کمان با هم برابرن عکسش هم اگر دو وتر با هم برابر باشن کمانهای نظیر این وتر ها با هم مساوی هستند خب سوال کار در کلاس اول با استفاده از خطکش و نقاله یک پنج زیدی را رسم کنید که اینا توضیح دادیم و دیگه خودتون رسم کنید
باز سوال دو دهانه پرگار برزه شعاع دایره باز کنیم شروع کنیم به این ترتیب که اینم قبلا گفتیم به چند کمان تبدیل میشه؟ به شش کمان تبدیل میشه که قبلا گفتیم اینا قبلا چیز آقا گفتیم باز یکی دیگه دوباره بکشیم ببینید الان دایره به شعاع دلخواه مثلا فرض مثلا یه اندازه کافیه ببینید به شعاع دلخواه ببینید چون قوز مخوره کفی کمان زیاد میشه اینه که حالا ما حدودش ها داره براتون میگیم خب یه نقطه رو محیط دایره گفتیم میگیری مثلا با کمان میزنیم اینا حالا یه روشش یکم کم و زیاد نگر شد اینجا چون دقیق نیست روشش ما داریم توضیح میدیم اینا میتونید تو خونه کارا انجام بدیم خب تا ببینیم چی گفته حالا خب گفته که از یک نقطه شروع کنیم به ترتیب دایره به چند کمان ببینید ب س د ای ال چند تا کمان درست شد شش کمان هر کمان چند درجه 60 درجه هر کمان 60 درجه است خب بعد چی گفته چرا این کمان ها با هم برابرند چرا رسونه چرا این کمان ها با هم برابرند خب الان چرا با هم برابرن؟ محیط دایره 6 360 درجه 6 کمان مساوی پس 360 تقسیم بر 6 میشه چه آقا 60 درجه یا میتونید بگید آقا بس میکنید اینا ببینید نقطه ای که دوتا ثابت کردید ببینید اینجور هم میکنید آقا چون وترها با هم برابرن کمان ها با هم برابرن یا بگیم کمان ها که با هم برابرن وتر ها با هم برابرن یا چون گفته 6 قسمت مساوی 360 تقسیم بر 6 هر کمان میشه 60 درجه هر کمان هم چند درجه؟ چند حالا 60 درجه گفته چند تا کمان 120 درجه میتونم رسم کنم ببینید 120 درجه دید که میتونی بگی آقا آسه 6 تا کمان آسه میتونی بگی دوباره ببینید بعد آسه میتونی بیده بگی بیده دوباره میتونی سی ای بگیری سی ای بگیری دوباره میتونی بگی آقا سی را گرفت بگی آقا ای را بگیری ای چیشی آقا ای آ بگیری ببینید پس میتونی به همین ترتیب بری جلو با آ شروع کنی دوباره آ سه دوباره ببینید ب د دوباره با سه همچون به این ترتیب بری جلو تقریبا 6 تا کمان میتونی بگید که هر کدام 120 درجه است خب میریم تمرین در شکل مقابل باز زاویه کشیده شده این مرکزی او ب آ ب اینم نیم ساز د گفته که او د نیم ساز زاویه مرکزی آ او ب زاویه آ او ب 36 درجه خب نیم ساز کاری که نصف کردن این میشه 18 اینم میشه چیشی آقا 18 درجه گفته اندازه هر یک کمان ها زاویه مرکزی برابر با کمان اینو بذاریم یک دو زاویه او یک کمان او دو کمان رو بروش خب این که هیچ در این هم هیچ در زاویه ها که مساوی هم کمان ها مساوی هم یکی چند درجه ها هیچ در درجه خب سوال دوم باز دایره زده او ب سه آ بریم چیشی گفته گفته که کمان آ به ایکس هست این کمان به جای عدد گفته ایکس حالا سوال کرده سوال ها رو یکی بخونیم جواب بدیم گفته که اندازه زاویه آ او به
AOB میشه زاویه مرکزی. زاویه مرکزی AOB زاویه چیشه آقا مرکزی. اندازه زاویه مرکزی برابر با کمانه روبه بشه. بعد گفته اندازه زاویه ACB مهادی. ACB زاویه چیشه آقا مهادی. اندازه زاویه مهادی نصف کمانه روبه بشه میشه X دوم. میشه چیشه آقا X دوم. اینم تمرین شماره دو. چون من دو دقیقه دیگه گفت نه قد نشده قد. این زاویه به ما داده 80 درجه. 80 درجه. خب اندازه زاویه ما یه سی را میخه. اندازه زاویه ما یه سی را میخه. زاویه ما دیست ببینیم این که 80 این هم چیز را 80 متقابل برم. چون نقطه او مرکزه پس این کمان هم 80 این کمان هم چیشه آقا 80 درجه. درست شد؟ حالا همینجا الان میتونیم زاویه سی را پیدا کنیم. راه ساده این زاویه سی میگه زاویه سی مهادی نیست. الان کمان را داریم اندازه زاویه مهادی برابر با نصف کمانه روبروش 80 تقسیم بر دو میشه 40 درجه. این یکی راه. این راه اول. راه دوم ببینید با آب میگم با آب ببینید از اینجا تا اینجا نیم صفحه سر هشت داده هشت داشت بردارم سر. خب چون مثلث اینجا بینیم متساوی و ساقه راه دوم متساوی و ساقه دو ساقه با هم برابرم پس زاویه او بی هم چیزی در آقا مساوی هم زوایا سه و هشتا صد داشت بردار هشتا میشه مجموع زاویه آ به چیزی آقا بی. حالا هشتا تقسیم بر دو میشه چیزی آقا چند درجه. ببینید هیچ فرقی نمیکنه این راه آسو شما این که زاد رسش تو مرکز زاویه مرکزی هم برابر با کمان این کمان رو برو به این آسو نمیخواد بگید آقا از بردار جا نیم صفحه. نیم صفحه سه و هشتا گرد هشتا داشته صد. حالا این دو تا شما مثلث متساوی و ساقی این دو زاویه با هم برابرن 108 تا 100 تا 8 تا تقسیم بر دو چه آقایون خسته نباشن امروز همین مقدار کافیه. همین مقدار کافیه. پس درس ما تا وسط صفحه 147 برای جلسه آینده کامل بقیه را حل کنیم. خدا نگهدار.